در 1973 همون مدل کودتای عملیات ایدکس رو در کشور شیلی پیاده کردن و دولت ملی و سوسیالیستی سالوادور آلنده رو سرنگون کرد. بله. در همونجا هم همون مدل رو به کار بردن. عوض زاهدی پینوشه را سر کار آوردن. بله. حالا چی شد؟ عواقبش در خاورمیانه دردناک بوده. یعنی عواقب کودتای 28 مرداد. ببینید امروز 60 سال از کودتای 28 مرداد می‌گذره. بله. عواقبش خیلی مهمه. بله. درسته. تاریخ هیچ وقت راه نیست. تاریخ آینده هم نیست. تاریخ راه آینده هم نیست. تاریخ چراغ راه آینده. دقیقاً. این چراغش خیلی مهمه. خیلی. ما باید ببینیم که در این 60 سال عواقب و پیامدهای این کودتای وحشیانه ضد بشری چه بلاهای سر مردم ایران و مردم جهان بویزه مردم خاورمیانه در آورد. یعنی اگر شما توجه کنید به محض اینکه 28 مرداد کودتای 28 مرداد با موفقیت پیاده شد و نیروهای ملی و دموکراتیک شکست خوردن، سرکوب ها شروع شد. بله. این سرکوب ها از بعضی جهات در ایران خیلی خیلی مهم بهش توجه کنیم. این سرکوب ها عموماً فقط ایدئولوژیکی سیاسی نبودن که در یه حزب رو ببندن دو سه نفر از اعضای رهبریش رو زندانی بکنن. نه، اینها در اکثر مواقع دست زدن به اضمحلال و انحلال فیزیکی اون سازمان های مدنی، یعنی احزاب و سازمان ها. بله. چه نیروهای ملیگرا و چه نیروهای سوسیالیستی. بله. و دیگر نیروهای دموکراتیک، اینها به طور فیزیکی در ایران از بین بردن. دقیقاً. یعنی شما توجه کنید از سال 1953 دقیقاً 60 سال قبل که کودتا در ایران پیاده شد، نزدیک به 16 سال طول کشید که اینها تمام نیروها را، نیروهایی که ضد کودتا بودن، نیروهایی که ملی بودن، نیروهایی که خواسته های استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی میخواستن، تمام این نیروها را، سوسیالیست های انواع اقسام را نابود کردن. بخششون هم که نابود نشدن از نظر فیزیکی موندن، به خارج پناه بردن. در نتیجه در ایران ما یک صحرای بزرگی در ایران میبینیم در سال 1970-1971. در یک ایران یک صحرای به وجود اومد، صحرای سوزان. بله. که در این صحرای سوزان فقط کرمهایی میتونستن رشد بکنن که بعداً تبدیل شدن به پایگاه های اساسی بنیادگرایی به اصطلاح اسلامی. بله. فقط ببینید، درسته که در اون دهه، یعنی دهه 1970، یعنی 9 سال قبل از انقلاب 1979، ما در ایران، درسته ما گفتمان های مختلف سیاسی داشتیم، ولی یک گفتمان حاکمیت داشت در جامعه. مردم، توده های مردم دور اون گفتمان جمع شده بودن. یک گفتمان مسجد بود توسط این آیت الله هایی که بعداً در ایران بنیادگرایی رو آوردن. بله. و امروز هم حکومت می کنند. بله. نیمه دیگر بنیادگرایان مسجد ها رو گرفته بودن. بله. رژیم با کمک CIA، با کمک موساد، با اصلاحات اونها، با مشورت اونها، تمام نیروهای دموکراتیک عادی، حتی افراد عادی رو اینا نابود کردن. بله. پیانه رو معتدل دکتر حسین فاطمی رو اعدام کردن. بله. خیلی ها را، کریمپور شیرازی رو اونقدر شکنجه دادن که یا خودکشی کرد یا اینکه خودشون کشتن
به توده‌های مردم گفتن این خودکشی کرد. بله سوزوندنش دیگه، کریم پور شیرازی رو سوزوندن دیگه. طبق بسیاری خبرها هست. بگن که حتی اگر اینا بگن که آقا ما نسوزو خودی رو، ببینید چقدر شکنجه دادن که خودش رو سوزوند. بله بسیاری خبر داره. به طور کلی اینا فیزیکی اینا رو از بین بردن. دقیقاً. و این شماره تعداد افرادی که حتی در داخل بعضی از شهرهای ایران، من خودم در تبریز شاهد این جریان بودم که در سر کلاس هم معلم منو، کلاس دهم، معلم منو با دو سه نفر از محصلین همشاگردهای من اینا رو دستگیر کردن. بعدن اومدن به ما گفتن که علت این کنا رو ما دستی که میزه کمونیست بودن. بله بله. نمیتونه. بعدن من متوجه شدم که از برادر همون همشاگردیم پرسیدم، گفت که برادر من عضو حزب ایران بود. بله. معلمه هم عضو حزب ایران بود. یعنی اینا نمیتونستن دستگیر بکنن بگن این حزب ایرانه. بله. بایستی میگوتن کمونیستن. بله. یعنی این عمل و اینها در ایران اینجوری پیاده کردن در 1965 در کشور اندونزی پیاده کردن، بزرگترین کشور مسلمان نشین جهان. احمد سوکارنو رو که مثل مصدق در اندونزی خدمات زیادی به مردمش کرده بود، اونو اصلا استقلال از هلند رو گرفته بود. بله. و تمام اون جزایر رو تحت نام قدیمی اندونزی به وجود آورد، جمهوری اندونزی. اینا وقتی که سوکارنو رو سرنگون کردن و سوهارتو رو عوضش آوردن، 1,000,000 نفر در سال 1966 1967 دو سال بعد از سرنگونی سوکارنو، احمد سوکارنو، دکتر احمد سوکارنو، بله، اینها اومدن 1,000,000 به اصطلاح کمونیست کشتن. در حالا خون را دارکش اومده بیرون که بابا اکثر اونها کمونیست نبودن، نه اینکه نمیخواستن بشن، اصلا نبودن. بله. علتش هم اینه که اون زمان درسته حزب کمونیست اندونزی بزرگترین حزب کمونیست جهان بود از نظر جمعیت، بعد از حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی و حزب کمونیست چین، حزب کمونیست اندونزی بزرگترین حزب کمونیست اون منطقه بود. بله. در جهان بود اصلا از نظر تعداد جمعیت. ولی همون افراد که رهبرش یه آقایی بود به اسم هیئت، ایشون اومد قبل از اینکه کشته بشه اعلامیه داد، گفت بابا ما خودمون درسته که بزرگترین حزب در کل آسیا هستیم بعد از چین، ولی کل اعضای ما 80,000 نیستن، بزرگیم بله، ولی 80,000 عضو داریم. اینا 1,000,000 آدم رو به اسم کمونیست کشتن. بله. اصلا هیچ خودشون، یعنی حزب کمونیست اندونزی اعلام کرد که اون افرادی رو که کشتن طرفدار سوکارنو بودن، ضرورتا کمونیست نبودن هیچ کدومشون. بله. یعنی که اینو پیاده کردن در همه جا، در کشور غنا، همون در آفریقای غربی که ما گانا میگیم، اینا به کار بردن و دولت ملی اونجا رو سرنگون کردن. بعدن به قتل عام طرفداران رئیس جمهور سابق برخواستن و به اتهام اینکه شما کمونیست هستید کشتن. این سالها سال تا زمان جنگ سرد هنوز تمام نشده بود این بود، هر جا میرفتن میگفتن آقا این کمونیسته. بله. اگر مخالفت میکردی با دولت آمریکا به اسم کمونیست شما رو میگرفتن. آقای ران ریگن جلوی چشمان من در دانشگاه در برکلی سخنرانی میکرد، اون زمان ایشون فرماندار ایالت کالیفرنیا بود، منم اونجا بودم، رفتم به سخنرانیش. خیلی از رفقای ایرانی به من گفتن که بیا ببین این فرماندار، این آقای ران ریگن که فیلماش در ایران معروف شده بود، این چی میگه. ما رفتیم اونجا، در وسط سوال و جواب یک دانشجوی آمریکایی از برکلی از آقای ران ریگن گفت که شما چرا
با ماندلا مخالفت میکنید در آفریقای جنوبی. ماندلا آزادی خواه. گفت نه فرزندم اون آزادی خواه نیست، اون کمونیسته. بله ماندلا رو متهم کردم به کمونیست. بله در صورتی که همه میدونستن که ماندلا یک رهبر بزرگ آفریقای جنوبیه و کنگره معروف آفریقا را رهبری میکنه که همون حزب آفریقای جنوبیه و ایشون با کمونیستای آفریقای جنوبی همکاری میکنه علیه آپارتاید، دولت راسیستی نژاد پرستی دولت بله. آفریقای جنوبی اصلا کمونیست نیست. بله. تمام این آدم امروز هم امروز میبینید که شما مثلا اینا میرن روز روشن در یک دهکده ای یه برنامه عروسی رو بمباران میکنن، میگن ما اونجا عقب تروریستا رفتیم. بله. تروریستا اونجا بودن. بله. این کلمه تروریسم هم حالا تبدیل شده به همون کمونیست اون موقع. بله بله. از 180 میلیون مردم پاکستان مخصوصا زنان که اینقدر در عرض یک سال و نیم گذشته با این پهپادها با این درونها اینا را میکشن، اکثرشون هم زنان و کودکان هستن، اینا تروریستن. همه اینا یعنی از عواقب واقعا جریان 28 مرداد اونقدر پیامد داره که ما اگر صحبت بکنیم کل برنامه رو باید معطوف بکنیم به تمام این پیامدهای عظیم غریبی که اگر دولت ملی مصدق مونده بود، خودش مسئله است، ما آرزو میکنیم که مونده بود. بله. ولی در فرضیه سازی ما نباید عبا بکنیم دیگه، باید بگیم اگر دولت ملی مصدق مونده بود در اکثر این کشورها این کودتا نمیتونه پیاده بشه. دقیقاً دقیقاً مسئله ما این اتفاق افتاد و امروز ما در ایران دولتی داریم که این دولت از شکم اون صحرای سوزان اومده که در اونجا مردم هیچ نوع بدیلی نداشتن و به محض اینکه بنیادگرایان اومدن سر کار خیلی از این توده‌های مردم رو در زندان‌های توهمات خانوادگی دینی و مذهبی به طور بسیار مصنوعی حبس کردن. بله. و در صورتی که خودشون در واقع همون سرمایه‌داری رو در ایران پیاده کردن و از نظر به اصطلاح خصوصی سازی و اینها به رقابت شدیدی با دیگر کشورهای کمپرادور برخواستن که ببینن که مثلا آقای احمدی نژاد و شاید هم آقای حسن روحانی در آینده در خصوصی سازی با آقای اردوغان میتونن رقابت بکنن یا نه. بله. در خدمت در واقع سرمایه‌داری حاکم امروز در آمریکا هستن، در خدمت بانک جهانی هستن، در خدمت صندوق بین‌المللی پول هستن که فرامین و قوانین حاکم بر بازار آزاد به اصطلاح سرمایه‌داری رو در سراسر جهان اینها میبرن پیاده میکنن و علاوه دارن افرادی مثل احمدی نژاد و اینا به بهترین وقتی این قوانین رو پیاده بکنن که آقای احمدی نژاد در سال گذشته از طرف صندوق بین‌المللی پول مورد تحسین قرار گرفت. بله ایشون هم خب پادوی آقای رهبری کاری که ایشون میخواد یا اون در واقع هیئت حاکمه میخوان ایشون هم مجری اون دیگه اون تدارکات. بله دیگه شما بله. حالا ممکنه شما بشنوید که مثلا یه آقای میشینه میگه که ببینید مثلا بین مشاعی و احمدی نژاد از یک سو و بین اینها و آقای روحانی مثلا اختلاف وجود داره، شما باور نمی کنید که اینا اصلا اختلافشون راجبه امام حسین امامت هست، اینا حتی یک بار در عمرشون یه مقاله راجبه خدا باوری که باید به اصلا برنامه اونا باشه تا حالا یه مقاله ننوشتن. بله. و عموماً کارهایی که انجام میدن همیشون مقالاتی که می نویسن در ارتباط با خصوصی‌سازی در ایرانه. بله. امروز حتی بحث است که در ایران زندان‌ها را هم چیکار بکنن خصوصی بکنن. بله بله در واقع کم خرداب و بیدانش هایی هستن. بله. که به مردم حکومت میکنن. خب
در ذهن اینا چی میگذره که بخوان اون رو به مردم هم منتقل کنن. اون وقت شما اگر توجه کنید این توسعه‌ای که در ایران حتی به وجود اومده ها، به اصطلاح ساختمان‌سازی و خیابان‌سازی و دانشگاه‌سازی، اینها خصوصی سازی شده از یک سو و از طرف دیگه تمام درآمد این جریان‌ها میره به اون 1%ها که امروز در ایران دانشجویان و کارگران میگن 1%ها و مردم هم در کوچه و بازار به درستی میگن آقاها و آقازاده. دقیقاً 1%ها امروز این توسعه لومپنی من میگم یا توسعه دنبوریده. بله توسعه هست، خیابونا را کشیدن، پلهای خوبی کشیدن، مترو به وجود آوردن، ولی از مدنیت سالها ساب جدا شدن. بله بله ایران رو مدرن کردن، ولی آخه بازگشتن به خیلی گذشته. مدنیت تفاوت میکنه، عقب گردی طولانی. بله مردم بله. بردن به عصر قجرها و پیش از اونها دیگه. بله از نظر مدنیت. بله نظر ایان همه جا را پر از اینترنت میکنن، همه جا را پر از تمام وسایل صنایع جدید میکنن، تکنولوژی جدید میکنن، در واقع خدمت میکنن به کمپانی های فراملی که این وسایل رو میسازن برای فروش. بله دقیقا بله اینا هم ابزارند و بعد متاسفانه اینه که هم خودشون باور میکنن که دارن به جهان و به مردم و به مسلمان های دنیا خدمت میکنن، هم یه عده‌ای هم دوروبر اینا سینه میزنند و تاییدشون میکنن. این هم درد بزرگ دیگریست که در جامعه ما حاکمه.